if you make a decision, a commitment, really, because a decision is something you make once and that's it, but a commitment is something that you make every day, second to second, moment to moment, you could find yourself in an unhappy state and remind yourself, I have a commitment to being happy. I have a commitment to being happy. I choose to be happy. And you begin to immediately change state and attract to you those things that you notice that you could be happy about and choosing to celebrate and be happy. Another thing I think that is really essential to being happy is getting rid of all of the unhappy people in your life. Like literally, you got people around you that are attracted to you, they've bonded with you because of your unhappiness. They know you for your unhappiness and they share with you their unhappiness. And so that's really all you have to talk about is your unhappiness. And because of the law of attraction, you attract more of that unhappiness and more unhappy people around you. وکیلی که داره به کارش عشق می‌ورزه و هر روز کیس جدیدی داره و در دادگاه داره از موکلش دفاع می‌کنه شاد خواهد بود تا زمانی که احساس بکنه داره در راه تکامل پیش میره. روزی که از دادگاه میاد بیرون میگه عجب دادگاهی برگزار کردم امروز، عجب حرفای خوبی زدم، این دادگاه هم با اون دادگاه هم فرق می‌کرد. اون چه که باعث شادی ما میشه، باعث احساس خوشبختی ما میشه، زمانی هستش که احساس میکنیم که فرق داریم، داریم در یک جهت تکاملی حرکت میکنیم به سمت بالا، داریم تأثیر میگذاریم، داریم تفاوت ایجاد میکنیم، زمانی هستش که خودمون رو پروداکتیو، فروتفول میبینیم. فرض بکنید یک زوجی رو که بچه دار میشن، بچهشون رو بزرگ میکنن، به ثمر میرسونن. نهایت خوشبختی و شاد زیستن زمانی هستش که ما احساس میکنیم داریم تأثیری در زندگی فرزندانمون قائل میشیم. حالا راه خوشحال زندگی کردن رو برای اینکه خوشحال تر بشم و حالا میتونم بهتون بگم. خوشحال‌تر اگر قراره که باشم، چون میدونین اگه خوشحال نیستم تا به خوشحالی برسم باید این انتخاب رو بکنم که من تحت تأثیر شرایط خوشحالی ما از دست نمیدم، شرایط خوشحالی منو به من نخواهند داد و خوشحالی منو از من نمیتونن بگیرن. پس حالا اگر میخواین بگم خوشحال‌تر چجور آدمی است، خوشحال‌تر کسی است که زندگیش هدفی بزرگمند داره و به خاطر خودش و فقط شادی خودش و لذت خودش زندگی نمی کنه، بلکه یک چیزی بزرگتر از خودش در زندگی داره که به اون امید زندگی میده، به اون هدف زندگی میده. معمولا اینی باشه که بخوایم دیگران رو بهشون در زندگیشون یه تحولی ایجاد بکنیم، یه کمکی بکنیم، یک چیزی به دیگری بدیم در زندگی، برای بهبود زندگی همه اقدام بکنیم. این به ما خوشحالی میده، رضایت میده، شادی درونی میده، باعث میشه خوشحالتر زندگی کنیم. صادق باشیم، خودمون باشیم، با تمام وجود زندگی کنیم، فروتن باشیم، دست و دلباز باشیم و بخوایم که از سهم خودمون با دیگران شریک باشیم در زندگی و یا حتی شاید هم بیشتر. عشق بورزیم، سکس در زندگیمون باشه، خوشحالتر زندگی کردن یکی از فکر میکنم مهمترین عواملی که باید باشه این هستش که تماس و لمس کردن دیگران درش باشه و الا خشکه. به قول بعضی ها اون قسمت لیوانه که داری نگاه کن، قسمت پرش رو نگاه کن. و جدی بودن دلیل نمیشه که آدم باید این خانم چون جدی هست پس بیشتر درس خونده بهتر میفهمه یا این آقا عالی تره چون جدیه. نه، خندیدن یک هنره، از ته قلب خندیدن واقعا دیگه هنره. و یه مسئله که هست اینه که خنده واگیر داره، میدونید که میگن سرماخوردگی واگیر داره، خنده هم واگیر داره. شما میرین یکی میخنده و یکی هم میخنده.
و زمانی که تو میخندی این به همه پخش میشه و محیط شادی میشه. خیلی راحت تمرین میکنیم. صبح که میخوایم بریم سر کار، دم در خونه میایم بیرون، یکی اخماش کرده تو هم جلو ماشینتون یه بوق گنده میزنه و محکم از جلوتون رد میشه، مودتون عوض میکنه. بعد همه اخماشون تو همه ناراحتن، تمام روزت خراب میشه. حالا میشه که تو از در خونه بیای بیرون، اولین کسی که برخورد بهش کردی کسی که به ماشینت هم زده، تازه عصبانی میای بیرون، یارو میخنده میگه خانم درایوینگ لایسنس من، این بیمه من، شما مال خودتون هم بدید، او امروز خوبی داشته باشید. با اینکه تصادف هم کردی احساس میکنه عجب روز خوبیه. چرا؟ چون شادی به همراهش آورده. هدف گذاشتن خیلی مهمه. ما اگه وقتی که هدف نداریم دور خودمون میچرخیم، نمیدونیم که کجا باید برسیم، نقطه هایی نداریم که چون به اون رسیدیم بتونیم به خودمون بگیم به به چه کار خوبی کردم. پس موقعیت به وجود آوردن، هدف های مشخص به وجود آوردن و دنبال اون اهداف رفتن و وقتی که اونجا رسیدیم تشویق کردن خودمون، این فضای شادی رو به وجود میاره. پس یکیش دنیای من با منه و بعد دنیای من با اطرافیانم. کجاست که من شاد هستم و میتونم اون شادیمو هدیه بدم؟ در انعکاس روابطم با انسانها. ماها انسان‌ها حیوانات منزوی نیستیم، مثل پندوبیرا نیستیم. در کنار هم و زنده بودنمون در کنار هم و در ارتباطات سالم در کنار هم هستش که شاد زندگی می‌کنیم. یک نفر که خیلی مثبت هم هست، وقتی در یک ارتباطی میره که مثبت نیست، یه دفعه می‌بینین که شادیش از دست میره. پس ارتباط سالم پیدا کردن، ارتباط صادق پیدا کردن، وقتی که در اون فضا اعتماد هست، اطمینان هست، دوستی و صمیمیت رو برای خودمون و بقیه به وجود میاریم، در اون ارتباطات و کسانی که بهشون اعتماد داریم قبولشون داریم و حس میکنیم که اضافه میکنن، یک چیز خوبی رو اضافه میکنن به زندگی ما، دور و بر خودمون میاریم، در اون شرایط شاد حس میکنیم و زندگی میکنیم. اگه برگردی به اون زمان بچگی که یه روزی که روی پشت بوم میخوابیدی، یادتون میاد آسمون نگاه میکردی به اون ستاره ها، اون ستاره ها میخواستی دستاتو ببری بالا و اینا رو بگیری، همه چیز زیبا بود، هر کنوم از اون ستاره ها رو میتونستی اسم بذاری، لذت شد. الان شما در طی روزانه ممکنه هزار جور ماه و ستاره رو بالا سرت ببینی، اصلا توجه نکنی، میری دنبال زندگی و ظاهرن هم دنبال شادی داری میری، دنبال شاد زیستن داری میری، ولی توجه به اون ستاره ها نداری، توجه به اون لحظه نداری. اون لحظه رو اگر دمش رو بشناسی، قدرش رو بشناسی و براش زندگی بکنی و از قضاوت‌های منفی کم بکنی، هم نسبت به خودت هم به دیگران، قلبتو برای لاو دوست داشتن بدون قید شرط باز بکنی، اون وقت زندگی شادتری میتونی داشته باشی. به طور کلی در زندگی روزمره خوشبین بودن و اینکه چطور من میتونم که افکار منفیمو تبدیل به افکار مثبت بکنم؟ سه تا موضوع در خوشبختی و خوب زندگی کردن مهمه. مهم اینه که کاری که شما میکنید براتون معنی عمیقی داشته باشه. یعنی که شما یه وقتی هستش که امشب میرین خونه، پسرتون داره میاد خونه، میگین که خب پسر من عدس پلو دوست داره، براش عدس پلو درست میکنی. خب عدس پلو درست میکنم، حالا بابا اومدن و بخورن تا برن. یه وقت هستش که یه معنی هم براتون داره، چون که بچهتون خوشحال میشه. یه وقت هستش که دارین عدس پلو درست میکنین برای بچهتون، با دوستتون هم صحبت میکنین، میگره میدونی هم پسرم عدس پلو دوست داره، همی که من شنیدم عدس حقیقتا یکی از چیزهای خوبه و آدم کمتر گوشت بخوره و عدس و اینجور چیزها بخوره خیلی بهتره. و اونجاست که یه معنی عمیق‌تری پیدا میکنه. یه وقتی هستش که باز همون عدس پلو رو داری درست میکنی و بعد میگی میدونی چیه؟ من میخوام این عدس پلو رو درست بکنم و این همسایه روبی روی من بیچاره مریض پا شکسته بوده، من میخوام یه کمم برای اون بفرستم. ببینید وقتی که هرچی عمیق‌تر باشه لذتش بیشتره و باعث خوشبختی بیشتری میشه. شما در کارهایی که در عرض روز میکنید اگر که معنی عمیق‌تری داشته باشه،
آخر شب احساس خوشبختی، خوشحالی و از رضایت از خود داری. و این خیلی مهمه که آدم کاری رو پیدا بکنه که سطحی نباشه. این نباشه که صبح را بیفته، خرید بکنه، نمیدونم چیکن سالاد بخوره و بره خونش بخوابه. اون افراد افسرده میشن، ناراحت میشن، از زندگی ناراضی میشن، به چشم و همچشمی میفتن، به مقایسه زندگیشون میفتن و همین رو چیزهای سطحی میمونن. و اون باعث خوشبختی نیست. هر چقدر هم پول داشته باشن، هر چقدر هم چیزهای خوب داشته باشن، چون که خوشبختی و شادی عمیق‌تر از این چیزهای سطحی است.